ماتریس تعامل ریسک های جنبش اعتراضی، تحریم ها، درماندگی ساختاری حکومت و تهدیدهای دیگر چه فرایندی را ایجاد کرده و اوضاع را به کجا میبرد؟ مردم ایران با دو دشمن در جنگ هستند، یک دشمن نامرئی ویروس کرونا و یک دشمن مرئی و بسا خطرناکتر کرونای ولایت. ماتریس بحران کرونا، جرعه حیات یا عامل فنای رژیم آخوندی؟ سلام به همه شما همیهنان عزیز. در برنامه امروز ماتریس ما میخواییم به ریشه های اجتماعی مجاهدین و سیر تحولات روابط این سازمان با مردم بپردازیم. میخواییم ببینیم که مجاهدین در این 55 سال چطور با جامعه ایران ارتباط برقرار کردند، چه ریشه ای در جامعه دارند، چه موانعی در پیش روی اونها وجود داشته، به خصوص که از همون ابتدای روی کار آمدن دیکتاتوری آخوندی این رژیم همواره مدعیه که مجاهدین در ایران حمایت ندارن. خمینی دجال خودش میگفت که مجاهدین 2% هستند. در این سالیان هم بارها از زبان بالاترین سرکردگان رژیم شنیدیم که کار مجاهدین تموم شده، مجاهدین از بین رفتن، یا اینکه ادعا میکنن مردم بعد از عزیمت مجاهدین به عراق در بحبوحه جنگ ضد میهنی از اونها متنفر شدند. خلاصه اتهاماتی که به واقع در بیش از 40 سال گذشته پایانی نداشته و تحت عناوین مختلف مطرح شده. یک دسته دیگه از اتهامات رژیم علیه مجاهدین درباره مناسبات درونی اونهاست. خمینی میگفت که اونها خودشون رو شکنجه میکنن و میکشن و بعد میگن که ما کردیم. پس ما میخواییم در برنامه خودمون در این حال به این موضوع بپردازیم که خط و استراتژی که مجاهدین در 40 سال گذشته رو در روی این رژیم به پیش برده اند چه تأثیراتی در جامعه داشته. آیا قیام های 96 و 98 خلق الصائه بود؟ آیا هیچ ربطی به پیش برده همین استراتژی داشت یا نداشت؟ و در نهایت میخواییم ببینیم که در یک جامعه مثل جامعه ایران که تحت اختناق مطلق رژیم آخوندی هست، شاخص پایگاه اجتماعی و حمایت مردمی